سلام عرض میکنم خدمت همه شما دنبال کنندگان عزیز، گل گلاب دوست داشتنی و با معرفت کانال یوتیوب کلاب هاوس فارسی. امیدوارم حال همتون خوب باشه، سالم و سرحال باشید و مثل همیشه پر امید. مهدی هستم، ادمین کانال، با یه ویدیو محتوای جدید دیگه در خدمت همه شما رفقای گل هستیم، با قسمت دوم از بررسی اون چه که ما به نام هژمونی سپاه در منطقه یا اونچه که جمهوری اسلامی تعبیر میکنه به نام محور مقاومت و عمق استراتژیک و همچنین نقش سپاه در ایران 1400 و همینطور سوالاتی که حضاری که در اتاق حضور دارند از آقای ویسی میپرسن در خدمتون هستیم. قسمت اول به همین مواردی که عرض کردم پرداخته شد و حضار سوالات بسیار خوبی بسیار جدیدی پرسیدن، آقای ویسی هم تا اونجایی که تونستن پاسخگو بودن. این ویدیو هم همونطوری که عرض کردم سه قسمت هست که ما با قسمت دوم در خدمتون هستیم. بی معطلی میریم سراغ سوالات. پرسش کننده بعدی سه تا سوال رو مطرح میکنه. اولین سوال در مورد سوریه است و اینکه علی‌رغم اینکه جمهوری اسلامی هزینه مالی و جانی، حتی چون نیروهای بسیاری از سپاه پاسداران در سوریه حضور داشتند، بسیاری از اونها کشته شدند یا به قول خودشون شهید شدند و همینطور هزینه های مالی بسیار زیادی، میلیاردها دلار در اونجا خرج کردند، اما الان که شاهد هستیم که سوریه به نسبت چند سال پیش که به هر حال داعش در اون حضور داشت و گروه های مسلح مختلف، الان به هر حال به یک آرامش نسبی به نسبت چند سال پیش رسیده، اما حالا که وقت بازسازی سوریه هستش و وقت این هستش که از مطامع مالی و اقتصادی این آرامش جمهوری اسلامی به عنوان یکی از تاثیرگذاران در آرامش فعلی سوریه، میبینیم که ترکیه و روسیه عملا از این فرصت استفاده کردن و ایران نقش چندانی در برآوردن حاجات و مطامع اقتصادی خودش نداره و در همین مورد پرسیدن که چرا این اتفاق افتاده. سوال دوم پرسش کننده در مورد مرزها هستش که چرا مرزها عملا دیگه از نیروهای ارتش جمهوری اسلامی گرفته شده و به سپاه پاسداران داده شده. سوال سوم در مورد رویکرد دولت ابراهیم رئیسی نسبت به انتخاب افراد و مدیران ارشد و حتی میانی است که اکثریت قریب به اتفاق اونها رو از سپاه پاسداران انتخاب کرده، به خصوص استاندارهای این دولت و همینطور که ما میدونیم و شما میدونید وزیر کشورش هم سردار وحید فرمانده سابق سپاه قدس هست و در این مورد از آقای ویسی پرسیدن که دلیل حضور فعال سپاه پاسداران در دولت ابراهیم رئیسی چیست؟ بریم پاسخ این سه تا سوال رو از آقای ویسی بشنویم. ببینید، ایران که در سوریه رفت و کلی هم هزینه داد، بله، الزاماً معنیش نیست که در منافع اقتصادی بعد از جنگ هم به همون اندازه شریک میشه. اون الزامات خود شده، یعنی ترکیه، کشورهای عربی، روسیه دارن میرن پروژه میگیرن، جمهوری اسلامی کمتر میگیره. اون الزامات خودشو داره و حتی کشورهایی که مخالف اسد بودن الان دارن میرن اونجا پروژه میگیرن. راجب نقش سپاه بعد از آقای خامنه‌ای که سوال چهارمتون بود، من معتقدم سپاه قدرتمندتر خواهد شد، به این دلیل که رهبر جدید ضعیفتر از آقای خامنه‌ای خواهد بود. تا جا بیفته سپاه به عنوان حامی حکومت عمل خواهد کرد، به همین دلیل سپاه قدرتمندتر خواهد بود و دو تا سوال دوم سوم یادم رفت، من باید برم یه خودکاری بیارم. نه، این مرد تکرار میکنم،
هدف دیپلماسی های رئیسی از اینکه استاندارا همه از نیروهای نظامی بله بله سپاه انتخاب کرد. اون یکی چی بود؟ و اون یکی هم که چرا مرزها رو از ارتش گرفتن و به سپاه درست دادن، و درسته با درست وجودی که این همه هزینه‌ای که و بودجه هایی درسته که تفاوت و تبعیض این اتفاقات. درسته. علت اینه که مرز رو از ارتش و نیرو انسانی گرفتن دادن به سپاه، تصمیم شورای عالی امنیت ملی و آقای خامنه‌ای بود که در یک مقطعی در اوایل دهه 70 در کردستان و آذربایجان غربی حضور گروه های کرد مخالف جمهوری اسلامی تقویت شده بود، مخصوصا پژاک، و اونجا تصمیم گرفتن که حضور جدی تری سپاه داشته باشه. آقای احمد کاظمی اونجا فرمانده قرارگاه حمزه شد و حمله کرد داخل خاک عراق و مقر این گروه ها رو مورد حمله قرار داد. بعد با میانجیگری آقای جلال طالبانی قرار شد اینا عقب نشینی کنن، اونا هم دیگه داخل کشور نیان به شکل نظام. بیشتر اون بحث درگیری ها با پژاک و اینا هم بود که سپاه در اونجا حضور پیدا کرد. غیر از آقای کاظمی بعد از ایشون خب مسئولیت اونجا با آقای اوسانلو داده شد که قرارگاه حمزه رو فرماندهی میکرد. آقای اوسانلو در بین 10 قرارگاه منطقه سپاه که سپاه استانی رو هدایت میکنن تنها فرمانده یک سپاه 5 تا استان و 2 تا قرارگاه زیر نظرش. در کشور چنین نمونه ما نداریم که یک کسی سپاه 5 تا استان زیر نظرش باشه و فرمانده 2 تا قرارگاه منطقه‌ای باشه. آقای اوسانلو هم فرمانده قرارگاه حمزه است که کردستان و آذربایجان غربی زیر نظرشه، هم فرمانده قرارگاه شوراست که اردبیل و تبریز و اگر اشتباه نکنم زنجان زیر نظرشه، و هیچ فرمانده در کشور به لحاظ فرمانده منطقی در این سطح نیست. این از لحاظ شمال غرب. در جنوب شرق هم همین بود، یعنی مسئله امنیت مرزی و فعال شدن گروه مسلح مخالف جمهوری اسلامی و سه گروه ریگیون ها و گروه قبضترش. اونجا هم تصمیم گرفته شد امنیت اون منطقه به جای نیروی انتظامی به سپاه داده بشه. قبلش هم که بخاطر مواد مخدر به سپاه داده شده بود در یه مقطع دیگه که خدای سلیمانی اونجا مسئول بود برای مبارزه با مواد مخدر. و بعدم که سر قضیه گروه مسلح بازم حفاظت امنیت اونجا به قرارگاه قدس داده شد که یکی از 10 قرارگاه اصلی سپاس، 10 قرارگاه منطقی. بعد توضیح میدم این 10 قرارگاه رو چی هستن. که اونجا یه مدتی آقای شوشتری جانشین فرمانده نیرو زمینی اونجا بود که بعد از اون انفجار بمب که پیش اومد بعدش آقای مارانی رو گذاشتن فرمانده سپاه قدس، ببخشید نیروی قدس، قرارگاه قدس سیستان بلوچستان، که بعدشون هم منتقل شد جای دیگه. من اینجا یه توضیح بدم، در سپاه 2 تا اسم شبیه به هم وجود داره که این رو با هم اشتباه نگیرید. یکی نیروی قدس که همین منظور نیروی قدس بخش خارجی سپاس که آقای سلیمانی فرماندهش بود و حالا هم آقای قاهنی. یکی قرارگاه قدس که مسئول جنوب شرقی کشور و هرمزگان و خراسان جنوبی زیر نظرش بود. اخیرا البته دیدم خراسان جنوبی رو دارن قرارگاه فرعی دیگه میزن. یه جای دیگه هم که ممکن اشتباه بکنید، 3 تا قرارگاه خاتم الانبیا در کشور وجود داره که بعضی ها ممکن اینا رو با هم اشتباه بگیرن. ما یه قرارگاه خاتم الانبیا داریم که معروفتر از همه از بخش اقتصادی سپاس، هم پروژه های سدسازی و راه و اینها اجرا بکنه، که یه مدت هم سعید محمد فرمانده شد.
یه قرارگاه خاتم الانبیاء دیگه تو کشور داریم که مسئول هماهنگی پدافند سپاه و ارتشه و مسئول اداره فضا و آسمان کشوره. شبکه یک پارچه پدافند هم زیر نظر اون. اون قرارگاه خاتم مخصوص پدافند. یه قرارگاه خاتم دیگه داریم، سومین قرارگاه خاتم الانبیاء که مهمترین قرارگاه جنگی کشور. اگر یه روز خدای نکرده کشور وارد جنگ بشه، اون قرارگاه مسئولیت عملیات و جنگ رو داره که آقای سرلشکر رشید فرماندهشه، غلام علی رشید و آقای سرلشکر حسنی صدری هم جانشینش. از اونهای دیگه که ممکنه باز با هم اشتباه بشه اینم توضیح بدم، بعد برمیگردم اون استاندارا. یه جای دیگه هم که ممکنه با هم اشتباه بشه حفاظت های مختلفی که تو سپاه، یه حفاظت اطلاعات وجود داره که کارش ضد جاسوسی، یکی و یکی هم جلوگیری از توطئه در درون سپاه علیه سپاه و علیه حکومت. مثلا یک کسی در درون سپاه بخواد همچی کاری بکنه که احتمالش هم خیلی کم. اون گروه حفاظت آقای تا همین اواخر پیگیری بودم تا یکی دو ماه پیش، آقای محمد کاظمی مسئولش. این حفاظت اطلاعات. یک بخش دیگه ای داره سپاه، گروه حفاظت هست که حفاظت فیزیکیه. یه بخشیش حفاظت انصاره که وظیفه حفاظت از شخصیت های در سطح مجلس و قوه قضاییه و رئیس جمهور و وزرا و اینا رو بر عهده داره که بهش میگن حفاظت انصار. یه حفاظت سپاه ولی امر است که اون سپاه ولی امر مخصوص آقای خامنه ای و بیت رهبری و تأسیسات مربوط به بیت و بچه های آقای خامنه. اون سپاه ولی امر. یه حفاظت هواپیمایی هم هست که اینا زیر نظر گروه حفاظتن به استثنای سپاه ولی هم که اون مستقیم زیر نظر فرماندهی سپاه و خدای خواب. این حفاظت هم اینجوریه که برن قاطی نشن. اما اون بخشی که فرمودید که استاندارا چرا، من اینو قبلا عرض کردم. من مهمترین وزارتخونه دولت‌های رئیسی و وزارت کشور میدونم، به این دلیل که برخلاف دولت‌های روحانی که مهمترین وزارتخونه‌اش وزارت خارجه بود چون می‌خواست برجام رو به نتیجه برسونه، دولت‌های رئیسی مهمترین وزارتخونه‌اش وزارت کشوره چون مهمترین مسئله روی جمهوری اسلامی اعتراضات مردم الان. به رغم همه سرکوبایی که شده اعتراضات گسترده تر شده و یه خطر بنیادی و فوری برای جمهوری اسلامی. هر لحظه ممکنه جمهوری اسلامی رو ببره رو پل و ضرب فنی کنه. بلارغم همه این سرکوبا جمهوری اسلامی میدونه خطر جدیه. چرا؟ چون برغم همه این سرکوبا اعتراضات در 6 حوزه ادامه پیدا کرد. یکی اینی که تعداد اعتراضات بیشتر شده. دوم اینه که فاصله زمانی بین اعتراضات ضد حکومتی کمتر شده. قبلا 10 سال یه بار بود، 6 سال یه بار بود، حالا شده هر سال. 96، 97، 98. امسال هم که 2-3 تا دیگه، خوزستان و اصفهان و حالا معلم ها. که همین امروز مجلس باید جواب بده که مطالبات معلم ها رو قبول داری یا نه. معلم ها گفتن اگه مجلس جواب نده از سه‌شنبه اعتراضات سراسری از سر میگیره. خب جمهوری اسلامی فهمیده اعتراضات خیلی جدی تر از گذشته است. به همین دلیل وزارت کشور رو سپرده با آقای احمد وحیدی، یکی از فرماندهای باسابقه سپاه. تنها فرمانده سپاه که در تاریخ سپاه و تاریخ جمهوری اسلامی سابقه فرمانداری نظامی داره، آقای وحیدی سال 67 موقعی که مجاهدین عملیات فروق جاویدان کردن جمهوری اسلامی
آماده می شد عملیات ارشاد انجام بده، با ما فرماندار نظامی کرمانشاه منصوب شد و هم موقع اونجا بودم. به هر حال با این سابقه الان شده وزیر کشور، مهمترین وزارتخانه جمهوری اسلامی، وظیفش هم سرکوب. مهمترین وظیفه الان وزارت کشور سرکوب اعتراضات، و به دلیل سه نقش مهمی که وزارت کشور داره، خط اول جمهوری اسلامی در سرکوب. این سه نقش هم تفکیک شو عرض میکنم. یکی اینکه وزیر کشور مقام موافق و 31 استاندار در سراسر کشور، و ما در آبان 98 30 استانمون اعتراض کرد. من تحقیق کردم راجبش، بر اساس اظهارات 12 تا مقام استانی معلوم شده در آبان 98 30 استان اعتراض کرد. این 12 مقام استانی هم امام جمعه به عنوان نماینده ولی فقیه، استاندار به عنوان رئیس جمهور استان، مقام ارشد استان، معاون سیاسی امنیتی استاندار به عنوان رئیس شورای تامین استان، فرمانده سپاه، فرمانده بسیج، فرمانده پلیس، فرمانده یگان ویژه، رئیس دادگستری، دادستان استان، رئیس اطلاعات سپاه در استان و رئیس وزارت اطلاعات در هر استان و فرمانده لباس شخصی. این 12-13 نفر شبکه سرکوب استانی در تمام استان ها. من طبق اظهارات اینا در آبان 98 یک تحقیق 5000 کلمه ای کردم که در 30 استان کشور سرکوب شد. پس یک، تعداد اعتراضات زیادتر شده. دو، فاصله اعتراضات نسبت به هم کم شده. سه، فراگیری اعتراضات بالا رفته. سال 78 فقط تهران تبریز بود، 88 تهران و چند شهر بود، 96 شد 100 شهر، 98 شد 146 شهر اعتراض میکرد با 30 استان. پس فراگیری جغرافیایی اعتراضات و تعداد شهرها بیشتر شده علاوه بر سرکوب. چهارمین ویژگی اعتراضات اینه که مطالبات مردم رادیکال تر شد. قبلا رأیشون رو میخواستن، الان میگن جمهوری اسلامی باید بره. پنجمین ویژگی اینه که اقشار متنوعتر و گسترده تری از مردم دارن اعتراض میکنن. قبلا فقط دانشجوها بودن، حالا کارگر، دانشجوه، کشاورز، همه مردم. موقع در اصفهان که کشاورزها اعتراض کردن، همه مردم رفتن ازشون حمایت کردن. و آخرین ویژگی اعتراضات در بین 6 ویژگی که بر سرکوب غلبه کرده اینه که مردم جسورتر شدن. قبلا از نیر مقابل یگان ویژه فرار میکردن، الان وای میسن. خشونت نمیکنه مردم ها، حکومت خشونت میکنه، ولی مردم وای میسن. به دلیل این ویژگی ها الان مهمترین مسئله جمهوری اسلامی اعتراضات، و وزیر کشوری گذاشتن از سپاه که استاندارهای سپاهی هم گذاشته تا 10 تا، 9 تا یا 10. این مهمترین دلیلش اینه که میخوان سرکوب کنن اعتراضات و آماده تر از قبل باشن، نه اینکه آقای روحانی و آقای رحمانی فضلی سرکوب میکردن. اونا هم سرکوب میکردن، منتها اینجا دیگه سپاه خودش وایساده و استاندریه رو گرفته. دومین دلیلی که وزارت کشور تو اعتراضات براشون مهمه اینه که وزیر کشور جانشین فرمانده کل قوا در امور نیروی انتظامیه، و نیروی انتظامی و یگان ویژه نیروی انتظامی پیشانی سرکوبه، پیکان سرکوبه، نوک پیکان. در دولت هایی که رئیس جمهور خیلی به آقای خامنه‌ای همسو نیست، یعنی همسوی کامل نیست، واگه نه که همشون که همسو هستن، مثل دولت های روحانی یا آقای خاتمی، نیروی انتظامی حرف دولت نمیخونه، و این جانشینی رهبری در امور نیروی انتظامی خیلی به درد وزیر کشور نمیخونه. اخیرا هم در یک اتاق آقای تارزاده میگفت موقعی که ما وزارت کشور بودیم، معاون بودیم، هرچی به نیروی انتظامی میگفتیم سر این حجاب به مردم سخت نگیر، گوش نمیکرد، چون از جای دیگه فرمان میگیره. ولی در دولت آقای رئیسی
و دولت های احمدی‌نژاد که همسو با خامنه‌ای بودن، آقای احمدی‌نژاد تا سال 90، اینی که وزیر کشور جانشین رهبری در امور نیروی انتظامی مهم میشه، یا مثلا آقای رحمانی فضلی، چون همسوه معنی پیدا میکنه، قدرت پیدا میکنه، و به همین دلیل آقای بهیدی رو گذاشتن. سومین ویژگی که وزیر کشور داره که باعث میشه خودش و استانداراش در سرکوب مهم باشن، وزیر کشور دبیر شورای امنیت کشور، و شورای امنیت کشور مسئول هماهنگی امنیت در سراسر کشور، که البته این امنیت بیشتر سرکوب الان دیگه. شورای عالی امنیت ملی اصل 176 قانون اساسی میگه شورای عالی امنیت ملی میتونه شورای فرعی داشته باشه مثل شورای امنیت و شورای دفاع. رئیس شورای امنیت هم خود رئیس جمهوره که رئیس شورای عالی امنیت ملی هم هست، ولی میتونه تفویض کنه به وزیر کشور که معمولا این اتفاق میفته. رئیس جمهور معمولا وزیر کشور دبیر شورای امنیت میکنه و وزیر کشور دبیر شورای امنیت برای هماهنگی سرکوب در سراسر کشور. به دلیل این سه نقش، وزارت کشور نقش کلیدی داره در مقابل با اعتراضات. یکیش مافوق استانداراست، دوم جانشین رهبری و فرمانده کل قوا در امور انتظامیه، سوم دبیر شورای امنیت کشوره. به این دلیله که آقای وحیدی رو گذاشتن وزارت کشور، این همه فرمانده سپارم کردن استاندار. من در خدمت. خب دوستان، سوال بعدی پیرامون یه تاریخچه‌ای در مورد ارتش و رابطه و تعامل ارتش در سالهای منتهی به انقلاب سال 57 یا شورش سال 57، هرچی که اسمش رو میذاریم، پرسش کننده داشت و در نهایت به این نتیجه رسید که در اون تاریخ ارتش با ملت تعامل کرد و به هر حال گلوله به روی ملت به اون معنا که کشتار را اندازه نگشود و انجام نداد. پرسش کننده از این اتفاق تاریخی مدد میگیره و کمک میگیره و استناد میکنه به این که آیا میتوانیم این آرزو رو داشته باشیم، یا بهتر بگم این تحلیل رو داشته باشیم که در نقطه‌ای که باید ارتش و یعنی در نقطه‌ای که ارتش و مردم با همدیگه روبرو میشن، باز هم شاهد این باشیم که مثل سال 57 در خیابان ها مردم به ارتش گل بدن و ارتش هم به ملت شلیک نکنه و در نهایت به ملت به پیونده، همونطوری که شاهد بودیم که امثال قره‌باغی خائن از این جهت من عرض میکنم، این رو پرسش کننده مطرح نکرده، من خودم دارم میگم، این رو از این جهت عرض میکنم که قره‌باغی یک مسئولیتی داشت، طبق قانون اون مسئولیت رو بهش داده بودن به عنوان فرمانده، اما پشت سر نخست وزیر قانونی رو خالی کرد و یک طرفه اعلام بیطرفی ارتش رو در اون سالها انجام داد و ما الان شاهد اون خیانت بزرگ امثال قره‌باغی در کشور عزیزمون ایران هستیم و میبینیم که تبدیل به چه خاکستری شده، تنها و تنها به دلیل اینکه امثال قره‌باغی مرد میدان نبودن و نخواستن که به وظیفه و مسئولیت تاریخی خودشون تن بدن. در هر حال در این مورد از آقای ویسی پرسش میشه که آیا ارتش امکان داره که مجدداً همون حرکت سال 57 رو در مقابله با اعتراضات مردم بکنه یا خیر. خیلی سوال خوبیه راجب ارتش، مفصلم پاسخ داره، سعی میکنم مختصر میگم، ولی اگر جواب من کامل نبود، من یک مقاله نوشتم دقیقا در پاسخ به این سوالات در رادیو فردا. عنوان مقاله من هست: آیا ارتش ناراضی است و ممکن است روزی کودتا کند؟ اونجا توضیح دادم که ارتش از چیا ناراضیه و چقدر احتمال داره در
اعتراضات به مردم میپیوند. منم با شما موافقم که مردم احترام بیشتری برای ارتش قائلن، مخصوصا در سیل و زلزله، زلزله سرپرز آب که اومد خیلی مردم حس خوبی به ارتش گرفتن. اون سرهنگ ارتش هم که خم شد که یک پیرزنی پا بذاره رو کمرش بره بالا تو ماشین، خیلی تاثیر مثبت رو مردم داشت و مردم ارتش رو دوست دارن. 2500 سال هم از این ارتش ما حافظ مرزهای کشور بوده. حالا یک دوره 40 ساله جمهوری اسلامی یک بیماری افتاده جان ارتشون یه چیز دیگه است، ولی به هر حال مردم نیروهای مسلح رو به عنوان حافظ مرز نگاه میکنن، ارتش رو حافظ تمامیت ارضی کشور. و چه چیزی ارزشمندتر از اینکه آدم جونش رو در راه کشورش فدا کنه؟ ارتش در جنگ تحمیلی به قول کسانی که معادلات ارتش و سپاه رو بررسی کردن، واقعیت اینه که در مورد نقش ارتش بی‌انصافی شده، کمتر گفته شده. ارتش خیلی در جنگ خدمات بزرگی کرد. من 3-4 دقیقه میخوام اینو توضیح بدم، چون اگه بخوام مفصل توضیح بدم، من 3 جلد از تاریخ 3 جلدی جنگ که آماده چاپ کردم، 2 جلدش مربوط به ارتشه و خیلی هم عذرخواهی میکنم، من چند وقتی قول میدم این کتاب رو ادیت نهایی کنم، چاپ کنم، ولی وقت نمیکنم که ادیت نهایی کنم. علت اینه که اصرار دارم که ادیتر رو کامل انجام بدم، اینه که معتقدم یه بار فقط میتونم این کتاب رو چاپ کنم، موقعی که دیگه چاپ میکنم بهتره کامل باشه. عجله براش ندارم، چون میخوام یه بار تاریخ جنگ رو بنویسم که الان 3 جلدش آماده است، ادیت نهایی باید بشه. از این لحاظ میگم 2 جلدش مربوط به ارتشه. من اول قصدم این بود 8 سال جنگ ایران عراق رو بررسی کنم. داشتم که بررسی کردم به این نتیجه رسیدم که خب ما یه سری اقدامات خودمون کردیم که ارتشمون تضعیف شد بعد از انقلاب و به عراق فرصت داد تجاوز کنه. قطعا صدام متجاوز بود و عراق شروع کننده جنگ بود، ولی ما 16 تا اشتباه کردیم که نیرو مسلح خودمون رو تضعیف کردیم. اینو که اومدم بررسی کنم، این 16 تا اشتباه رو از مرداد 57، 6 ماه قبل از سرنگونی حکومت شاه، و 19 ماه بعد از انقلاب تا شروع جنگ، یه دوره 25-6 ماه هست که مجموعاً رهبران ایران 16 تا اقدام اشتباه کردن که نیرو مسلح نابود کردن، تضعیفش کردن تا مرز نابودی ارتش رو، و این به صدام فرصت داد برای حمله به ما. من این 16 تا کار و این دوره زمانی 26 ماه جلد دوم کتابم. وقت نمیشه الان اون کتاب رو توضیح بدم، 16 تا عنوان رو خیلی اونایش که مهمه همینجور رد میشه براش. یکیش اینه که شاه اولین اشتباه رو کرد. شاه ارتش رو نوسازی کرده بود، خیلی سلاح براش خریده بود، ارتش هم خیلی دوست داشت شاه. تقریبا هیچ سازمانی نیست که شاه به اندازه ارتش دوست داشته باشه. ولی اشتباهی که شاه کرد که به ارتش آسیب زد اینه که شاه ارتش رو به عنوان نیروی ضد شورش فرستاد خیابون، در حالی که ارتش برای این کار آموزش ندیده بود، اصلا این کاره نبود، و با تانک چیفتن و اسلحه جیسه که توپ دستی بود فرستاد مقابل تظاهرات. این اشتباه بود، به فروپاشی ارتش کمک کرد. مفصل من این توضیح دادم در تز دکترام هم، اصلا مقایسه ارتش انقلاب ایران در 1979 با ارتش ها در
بهار عربی در مصر و تونس و لیبی و یمن و سوریه. مفصل من روش 7-8 سال کار دانشگاهی کردم. دومین اشتباه بختیار بود که خیلی از قراردادهای نظامی رو در 14 بهمن لغو کرد. یه هفته قبل از انقلاب. البته آمریکایی ها هیئت فرستاده بودن میخواستن لغو کنن قرار دادن. سوم اشتباه شورای انقلاب بود که خدمت سربازی رو نصف کرد، از 2 سال به 1 سال. تقریبا نصف استعداد یگان های ارتش رفتن خونه. خیلی کار اشتباهی بوده. چهارمین اشتباه اینه که شورای انقلاب گفت که وزارت دفاع و شورای انقلاب گفتن که هر کی میتونه در محل شهر خودش خدمت کنه. خب خدمه خیلی از تانک‌ها در لشکرهای زرهی، از جمله لشکر 92 زرهی اهواز که دردانه لشکرهای ایران بود و قرار بود در مقابل حمله احتمالی عراق از خوزستان دفاع کنه، گفتن خیلی خوب میریم شهر خودمون، ول کردن در حالی که کار تخصصی داشتن. اقدام اشتباه دیگه که انجام شد بعد از انقلاب، خیلی از فرماندهی ها شورایی شد. یعنی تو پادگان میگفتن آقا ما سرهنگ سرگرد قبول نداریم، گروهبان و کسای دیگه با هم میشستن با سرگرد و سرهنگ رأی گیری میکردن که کی فرمانده بشه. و این اتفاق غیر تخصصی باعث شد موقعی که عراق به ایران حمله کرد، فرمانده 2 تا از تیپ های لشکر 92 زرهی واز که باید سرهنگ زرهی می بودن، سرگرد توپخانه، سرگرد مخابرات بودن، چون رأی آورده بودن. اقدام اشتباه دیگه که صورت گرفت، متحدین بین المللی نیروهای مسلح ما رابطه با اونا قطع شد. یعنی آمریکا متحد دفاعی بود و به ایران با ما متحد دفاعی عمل میکرد، اون رابطه با اونا قطع شده سن. اقدام اشتباه دیگه شد مانورهای نظامی بعد از انقلاب کلن لغو شد، در حالی که ارتش برای جنگیدن نیاز به مانور داره. اقدام اشتباهی که دیگه انجام شد تعمیر نگهداری سلاح از جمله تانک‌ها ول شد به امان خدا، که موقع جنگ ایران عراق شروع شد خیلی از هواپیماها و تانک‌ها اصلا آماده نبوده. اقدام دیگه ای که شد کودتای نوژه، حالا بعضی میگن قیام نوژه، بعضی میگن کودتا، من اصلا به اونش کاری ندارم، خیلی ضربه زد به ارتش ایران. خیلی از فرمانده ها خلبان ها گرفته شدن، اعدام شدن. تو همین روم الان خیلی از چندتای من خلبان های عزیز دیدم دستشون در نکنه در جنگ ایران را خیلی از کشور دفاع کردن. به هر حال در اون قضیه کودتا خیلی هاشون اعدام شدن. و آخرین و بزرگترین اشتباهی که به ارتش لطمه زد اشغال سفارت آمریکا بود. اصلا دید امریکایی ها رو به ایران کاملا عوض کرد. خود ابراهیم اصغرزاده که از کسایی بوده که در اشغال سفارت تاثیر داشته، میگه قبل از اشغال سفارت آمریکایی‌ها به ما اطلاع، به ایران اطلاع میدادن به دولت موقت که عراق میخواد بهتون حمله کنه، ولی بعد از اینی که ایرانی‌ها رفتن سفارت آمریکا رو اشغال کردن، آمریکایی‌ها رفتن سمت صدام. آقای جواد خادم که وزیر آقای بختیار بوده، با آقای بختیار رفته بود دیدن صدام حسین برای تشویق صدام حسین به اقدام علی جمهوری اسلامی. آقای خادم میگه که خودش هم گفته، آقای خادم چند بار میگه ما که رفتیم دیدن صدام، صدام میگفت آمریکایی‌ها پاشنه درو در آوردن که به من فشار که به جمهوری اسلامی حمله کن. خب این آمریکا همون آمریکایی بود که قبل از اشغال سفارت آمریکا اطلاعات ارتش عراق رو به ایران میداد. چرا اتفاق افتاد که رفت سمت عراق؟ این مجموع دلایل باعث شد که ارتش ایران تضعیف شه. ولی به رغم این تضعیف، به رغم همه این مشکلات،
ارتش ایران در ابتدای جنگ کاری تاریخی کرد. موقعی که هنوز سپاه شهری بود، لشکرهای سپاه تیپای سپاه اصلا وجود خارجی نداشت. سپاه یه نیروی امنیت شهری بود داخل شهرها. اونی که جلوی حمله عراق رو گرفت عمدتا ارتش بود. البته نیروهای مردمی هم بودن از جمله در خرمشهر، ولی همین دفاع خرمشهر هم که به اسم دفاع مردمی معروفه حدود 1000 تاش تکاورهای دریایی ارتش بودن. عمده نیرو ارتش بود که دفاع کرد، ارتش عراق رو متوقف کرد. با همه ضعفایی که ارتش داشت بالاخره کی ارتش عراق رو متوقف کرد؟ ارتش دیگه. تازه بعد از کودتا آقای مفید، سرتیپ مفید تعریف میکنه، میگه ما یگانه هامون رو میخواستیم بفرستیم جنوب، توی تهران مردم جلوشون رو گرفتن که شما میخوای کوتاه کنید، نذاشتن. بعد با این مکافاتی ما اینا رو فرستادیم جنوب. و به محض اینه که میرسن جنوب، در غرب کرخه اولین عملیات تهاجمی علیه ارتش عراق انجام میشه. این عملیات پیروزی نبود. اراذیل هم از عراق پس نگرفت. خیلی تانک هم از دست رفت. ولی بالاخره روحیه تهاجمی ارتش رو نشون داد. نشون داد یه کسی از مقابل عراق وایساده. یا خلبان های پایگاه چهارم و وحدتی دسفول موقعی که لشکر 10 زرهی عراق و لشکر 1 مکانیزه عراق از این خوش شوش داشتن می اومدن از کرخه عبور کنن، دسفول و اندیمشک رو بگیرن و برسن به مسجد سلیمان و خوزستان رو از ایران جدا کنن، خلبان های پایگاه وحدتی دسفول دفاع جانانه کردن. و اگر الان خوزستان جز ایرانه، بخش عمدهش رو محصول ارتش دفاع ارتش و یگان های ارتش که در غرب کرخه عمل کردن، خلبان های پایگاه وحدتی دسفول که ظرف 24 ساعت که در مهرماه که یک عملیاتی انجام میدن، خلبان بوده در روز 7 بار، 8 بار، 10 بار عملیات کرده در پایگاه وحدت دسفول. و من بارها عرض کردم اگر روزی قرار باشه در این کشور شاهنامه دوباره نوشته بشه، اون نبردیه که فرزندای این کشور برای دفاع از این کشور در دفاع از آب و خاک کردن و ارتش عراق رو بیرون انداختن. کم کاری نیست. ارتش با اون همه ضعفش این کارو کرد. البته عملیات های چهارگانه ارتش در 1 سال اول جنگ منجر به آزادی اراضی ایران نشد. 2 تا عملیات در منطقه آبادان کردن، هر دوتا شکست خورد، به این معنا که اراضی نشد پس بگیریم. در غرب کرخه عملیات کرد، ارتش منجر به آزادسازی نشد. در جنوب غربی اهواز عملیات نصر هم در دشت جفیر و طلائیه و هویزه، جنوب هویزه انجام داد، اونم موفق نبود. ولی بالاخره 2 تا کار بزرگ کرد ارتش. درست زمین آزاد نشد، ولی یکی ارتش را رو متوقف کرد که بیشتر نیفتلو، دوم اینی که روحیه تهاجمی و حمله رو به ایران برگردون. و انصاف نیست این دلاوری های ارتش ندیده گرفته بشه و همش به پای سپاه گذاشته بشه. بله سپاه هم بود، خیلی زحمت کشیدن، بسیج هم بود، ولی من معتقدم در حق ارتش بی‌انصافی شده. بالاخره اینی که اونی که نذاشت ارتش عراق از غرب کرخه بیاد و بره بچه سلیمان، دسفول اندیمشک از دست بره و از خوزستان جدا بشه، ارتش بود. اونی که در مقابل ارتش عراق شمال آبادان از کارون عبور کرده بود، میخواست از بهمنشیر عبور کنه و کل جزیره آبادان رو بگیره و 2 طرف اروند رو بگیره، و اگر این کار میکرد
عراق جنگ رو برده بود. قرارداد 75 الجزایر باطل می شد اگر عراق هر دو طرف اروند رو میگرفت و میگفت این رودخانه عراقیه. قرارداد 75 در عمل باطل بود، چون قرارداد 75 مهمترین دستاوردش این بود که بعد از سالها رودخانه رو به عنوان رودخانه مشترک معرفی کرد. تا قبل از اون کل رودخانه مال عراق بود، مرز تو ساحل ایران. ولی قرارداد 1975 الجزایر که شاه بست و یکی از بهترین قراردادهای تاریخ ماست، رودخونه رو مشترک کرد. گاو خط تالوک، خط الغر که کشتی میتونه رد شه، اون مرز مشترک. خب عراق در مهر 59 که از کارون عبور کرد در شمال آبادان و عملیات کرد که بهمنشیر هم عبور کنه و آبادان رو تصرف کنه، میتونست اون موقع کل اروندرود رو تصرف کنه و ارتش اونجا دلاوری کرد. سپاه هم بود، بسیجی هم بودن. آقای کیانی مثلا فرمانده سپاه آبادان زحمت خیلی زیاد کشید اونجا، بسیجی هم بود. ولی بالاخره اونی که مردم آبادان به سرش قسم میخورن سرنکهتری ارتشه که دفاع کرد از مردم آبادان. من عرضم اینجا تموم میکنم، نقش ارتش در دفاع خیلی مهم بود. الان توضیح دادم در اون مقاله رادیو فردا که ارتش در یه مواردی ناراضیه و این نارضایتی فقط منم نمیگم، دریادار سیاری مصاحبه کرد نارضایتیشو گفت، تیزرش هم پخش شد، جلوشو گرفتن، یادتونه دیگه، حبیب الله سیاری مصاحبه کرد نذاشتن پخش بشه. مواردی که ارتش ناراضیه، یکیش اینه که میگه در مورد تاریخ جنگ انصاف به خرج نمیدید، هرچی هست مینویسید به اسم. من موافقم، این انتقاد درستی. یکی دیگه اینه که میگن سپاه چرا اینقدر کار اقتصادی میکنه، چرا به ما اجازه میدید کار اقتصادی. انتقاد دیگه ای که میکنن میگن سهم ما و سپاه از صدا و سیما و رسانه های کشور یکسان نیست. بازم راست میگن، فرمانده های سپاه میرن کلی از خودشون در جنگ تعریف میکنن. آقای سیاری موقع میاد یه مصاحبه بکنه جلو مصاحبهش میگه. نکته دیگه اینه که سپاه در سرکوبا شرکت داشته، ارتش شرکت نداشته. 98 فقط بردن ارتش رو مسئول حفاظت از تأسیسات و کارخونه ها کردن که نیروهای پلیس اونجا رو آزاد کنن برای سرکوب. ارتش هیچ وقت مستقیم در سرکوب نبود. آخرین سوالتون رو که فرمودید، آیا این ارتش همون ارتشه؟ نه، این ارتش دیگه ارتش شاهنشاهی نیست، ارتش جمهوری اسلامی ایران. این واقعیت باید قبول کرد، تصفیه های زیادی توش شد، اصلا نسل ها عوض شده. 40 خورده سال گذشته، فرمانده ها فرمانده هایی که با گزینش شدید انتخاب میشن، خیلی هاشون وفادار به جمهوری اسلامی هست، ولی معلوم نیست بدنه ارتش چجور باشه. جمهوری اسلامی خیلی به بدنه ارتش اعتمادی نداره، به همین دلیل هم تو سرکوب ازش استفاده نمیکنه، چون نگران اگه تمرد کنه در سرکوب یه مسئله بزرگ برای جمهوری اسلامی ایجاد بشه. من معتقدم ارتش تا زمانی که جمهوری اسلامی قویه کاری علیه جمهوری اسلامی نخواهد کرد. ولی اگر ارتش روزی احساس کنه که جمهوری اسلامی به شدت ضعیف شده، اونجا ممکنه به نفع مردم وارد عمل بشه. من در خدمت. خب دوستان، پرسش کننده بعدی دو تا سوال میپرسه. سوال اولش در مورد براندازی است و میپرسه که اگر شرایط به سمت سوی براندازی رفت، آیا سپاه پاسداران و نیروهای داخل سپاه پاسداران به معنای واقعی کلمه وفادار هستند به علی خامنه ای به عنوان فرمانده کل قوا و رهبر جمهوری اسلامی و پشت علی خامنه ای می ایستن که مقابله بکنن با این براندازی، یا اینکه همراهی میکنن؟ پرسش دوم در مورد ماجرای کشته شدن قاسم سلیمانی است. همونطوری که میدونید تا الان که به هر حال اسناد متعددی در مورد اون عملیات کشته شدن قاسم سلیمانی تا به حال به بیرون درس کرده،
ما میدونیم که یعنی اطمینان داریم با به واسطه همین اسناد که قاسم سلیمانی قبل از اینکه در فرودگاه بغداد فرود بیاد مورد رصد نیروهای امنیتی اسرائیل و آمریکا بوده، دقیقا خبر داشتن که چه ساعتی در فرودگاه بغداد فرود میاد، چند نفر همراهش هستند، چه کسانی داخل ماشین هستند و تمام اینها رو اطلاع داشته. و از این جهت هم بعضی ها تحلیل میکنن که نیروهای داخل سپاه پاسداران این گزارش و راپورت رو به سیا یا موساد دادن و با به دنبال این بودن که با کشته شدن قاسم سلیمانی عملا باعث بشن که جمهوریت نظام به محاق بره و از بین بره. البته من نمیدونم پرسش کننده چه فکری کرده با خودش که از کشته شدن قاسم سلیمانی استنباط کرده که به دنبال این بودن که جمهوریت نظام رو از بین ببرن. قاسم سلیمانی دست راست علی خامنه‌ای بوده برای از بین بردن همین جمهوریت اتفاقا. ولی خب به هر حال پرسش کننده همین بود به عنوان سوال دوم. بریم با هم دیگه بی معطلی پاسخ آقای ویسی رو بشنویم. از این دومی شروع میکنم. نه، من چون تحلیل رو قبول ندارم که آقای سلیمانی در اثر اختلافات داخلی کشته شده باشه. کسی جرأت نمیکرد این کار رو بکنه، چون آقای سلیمانی پیش آقای خامنه‌ای خیلی خیلی محبوب بود. من چون این برداشتی ندارم. اگر چون این برداشتی وجود داره باید یک دلیل قاطعی براش وجود داشته باشه. من چون این دلیلی ندارم که آقای سلیمانی به دلیل اختلافات داخلی توسط یک گروهی در داخل سپاه از جمله اطلاعات سپاه فروخته شده باشه و کشته شده باشه. نه، من اینو قبول ندارم. سوال اولتونم که سپاه چقدر پای آقای خامنه‌ای حکومت وای میسه؟ من فکر کنم 100%. سپاه 100% پای آقای خامنه‌ای وای میسه. من تو اون تحقیق دانشگاهی که کردم 6 تا آیتم رو بررسی کردم که وقتی یه حکومت با جنبش براندازی روبرو میشه و به نیروی مسلح دستور میده که سرکوب کن، نیروی مسلح بر اساس 6 آیتم تصمیم میگیره سرکوب بکنه یا نکنه. و این 6 آیتم در مورد سپاه به نحویه که منو به این نتیجه میرسونه که سپاه سرکوب میکنه. این 6 آیتم اینه که سهمش از قدرت سیاسی و سمت ها و پست های حساس چقدره؟ سپاه خیلی سهمش بالاست، پس پای حکومت وای میسه. آیتم دوم اینه که سهم اون نیرو مسلح از منابع و منافع اقتصادی چقدره؟ سهم سپاه از منافع اقتصادی خیلی بالاست، پس برای دفاع از منافع اقتصادی خودش و فرماندهاش پای حکومت وای میسه، سرکوب میکنه. سومین فاکتور اینه که اون نیرو مسلح موقعی بهش میگن سرکوب کن چقدر حرف شنوی از نظام بین الملل و نظام منطقه‌ای داره. سپاه هیچ حرف شنوی از نظام منطقه‌ای بین المللی نداره، به همین دلیل هیچ نیرو بین المللی نمیتونه به سپاه بگه سرکوب نکن. مثلا در مصر موقعی که آمریکایی‌ها به مبارک گفتن برو نمیرفت، ولی موقع آمریکایی‌ها به فرمانده ارتش گفتن که وقتشه که مبارک بره، اونا بلافاصله به مبارک گفتن آقا وقتشه که بریم. چون ارتش مصر سالی 2 میلیارد دلار از آمریکا کمک نظامی میگیره. سپاه چون این وابستگی نداره که حرف کسی رو گوش کنه و سرکوب نکنه. چهارمین ویژگی تجربه سیاسیه. آیا نیرو مسلح تجربه دخالت سیاسی داره که سپاه تا حدی داره دیگه. پنجمین ویژگی این هست که فرماندهان و نیرو مسلح اون لحظه چه روحیاتی دارن. به لحاظ شخصی رهبر حکومت رو قبول دارن که دستور سرکوب میده یا نه؟ خب فرمانده های سپاه همه شورای خامنه‌ای رو قبول دارن. به این دلایل معتقدم سپاه پای سرکوب میسته. در خدمت. خب دوستان خسته نباشید. پرسش کننده بعدی خیلی صحبت کرد، خیلی تحلیل کرد، البته سوالات خوبی پرسید. 3 تا سوال مشخص پرسید.
اما آقای ویسی سال سوم رو فقط به خاطر آورد و سال اول و دوم رو فراموش کرد. دیگه بعد از این چون که یکی دو بارم اتفاق افتاد، قول داد که یک خودکار و ورق پیدا بکنه، حتما اگر بیشتر از یک سال شد بتونه یادداشت بکنه که این اتفاقات نیفته. اما خیلی جالب بود، این بنده خدا خیلی زور زد که تحلیل جامع و کاملی بکنه در مورد این سه تا سال، ولی آقای ویسی فراموش کردن. در هر حال سال سوم که در خاطرشون موند، پس از اینکه خیلی طولانی هم بود سوالشون، چون عرض کردن تحلیل کردن و پس از تحلیلشون سوال رو پرسیدن، اما یه تحلیلی در مورد شخصیت سیاسی و کاری آقای ویسی کردن که بر روی دو تا موضوع و مقوله به معنای واقعی کلمه کار کرده، مطالعه کرده و صاحب نظره. یکیش در مورد نیروهای نظامی و امنیتی به خصوص سپاه پاسداران که همونطوری که میدونید واقعا آقای ویسی صاحب نظر هستش در بررسی و شناخت نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی به خصوص سپاه پاسداران، از تاریخ شکل‌گیری سپاه در بعد به تشکیل جمهوری اسلامی تا الان که به عنوان دست راست علی خامنه‌ای و جمهوری اسلامی نقش آفرینی داره میکنه. و یکی دیگر از نقاط قوت آقای ویسی رو در شناخت شخصیتی به نام علی خامنه ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی میدونن. همونطوری که میدونید در همین کانال هم ما گفتگوهای متعدد و پرسش و پاسخهای بسیار متفاوتی از آقای ویسی در مورد شخصیت علی خامنه ای، نوع رفتار این فرد در مواجهه با اتفاقات مهمی که به خصوص در دهه اخیر افتاده، از اعتراضات مردمی، از مشکلات بین المللی، از چگونگی برخورد علی خامنه‌ای با پروژه هسته‌ای و اولین آرزوی داشتن اولین بمب اتمی شیعی، همچنین بحث جانشینی خودش، بحث مجتبی و اومدن آقای رئیسی به عنوان رئیس جمهور، انتصاب ایشون در ذیل تایتل انتخابات البته. و در این دو تا مورد مشخص نقاط قوت آقای ویسی برشمرد، این دو تا مورد مشخص رو، و از این دو تا مورد نتیجه گیری کرد که آقای ویسی میتونه که یک لیدر سیاسی شناخته بشه، به جهت اینکه این دو تا مورد مشخص و موارد دیگه ای که داره به هر حال در کمتر تحلیلگر و روزنامه نگاری ما شاهد هستیم که اینها رو یک جا داشته باشه، به خصوص اینکه آقای ویسی رابطه بسیار خوبی هم با مردم داره، وقت بسیار زیادی در فضای مجازی میگذرونه، به خصوص کلاب هاوس و در اتاقهای چندین و چند ساعته شرکت میکنه و همیشه پاسخگوی سوالات مردم و پرسش کننده ها بوده. بریم با هم پاسخ آقای ویسی رو بشنویم که آیا اساسا خودش رو لیدر سیاسی میدونه یا خیر. خیلی ممنونم از این سوالات. نه واقعا چون نقش برای خودم قائل نیستم، من خودم رو یه روزنامه نگار میدونم، متأ روزنامه نگار سیاسی هم و راجع به کشور تحلیل دارم و شاید این برداشتی هم که جناب علی داری مال اینه که هیچ وقت رسانه مثل کلاب‌هاوس درست نشده بود که من مطالعات 33 سالم رو با مردم در میان بذارم. شاید الان که در میان بذارم همچی حسی پیش میاد که چه میدونم من مطالعه منسجم کردم و نمیدونم ذهنم منسجم سر این چیزا و ایده سیاسی دارم. نه من همینا رو بیشتر از اینا رو تو رادیو فردا نوشتم، مال 11 ساله ازم. من 280 تا مقاله رفرنسی در رادیو فردا دارم در نقد ساختار سازمان سرکوب جمهوری اسلامی. موقعی هم میگم سازمان سرکوب یعنی رهبری سپاه، یگان ویژه، گردانهای موتوری امام علی، نمیدونم هر چی که شما فکرش رو بکنید من راجبش در این مورد مطلب نوشتم و تقریبا 11 سالم هست. عنوان پروفایلم همینه، یعنی پژوهشگر تاریخ جنگ ایران و عراق با تمرکز بر رهبری نیروهای مسلح.
من 11 سال عنوان توییترم هم پروفایلم، همه پروفایلم مال امروز نیستیم، 11 سال همین عنوان دارم. در 11 سال گذاشتم متمرکز بر رهبری و نیروهای مسلح کار کردم. حوزه تخصصی و مطالعاتی مثلا ربطی به دلایل سیاسی نداره، نه واقعا چون این نقش برای خودم قائل نیستم. من موقع دارم توضیح میدم فقط مردم محبت دارم، به عنوان روزنامه‌نگار میان گوش میکنن، یه عده‌ام که فوش میدن اونم خیلی، حالا اون ور احساس تهدید میکنه، من خیلی دنبال چیزی نیستم. خب پرسش کننده بعدی سوال کلیدی رو پرسید، فکر میکنم سوال خیلی هم باشه. همونطوری که میدونید سپاه در بهار 58 تأسیس میشه و جنگ تحمیلی یعنی جنگ ایران و عراق در شهریور 59 شروع میشه و در سال 62 هم خدای ویسی هم این رو بارها بیان کرده که به قول آقای هاشمی رفسنجانی از سال 62 دیگه عملا جنگ روی کاکل سپاه پاسداران میچرخید و سپاه پاسداران نقش اصلی و اساسی رو در عملیات ها و پیشبرد جنگ ایران عراق بازی میکرد و نقش آفرینی میکرد. پرسش کننده سوالش پیرامون دقیقا همین موضوعه که با توجه به اینکه این نهاد نظامی یک نهاد جدید و تأسیس بوده، بسیاری از نیروهایی که الان زیل عنوان سردار و سرلشکر شناخته میشن در زمان تشکیل سپاه پاسداران علارغم اینکه هیچ کدومشون درجه ای نداشتن، هیچ تجربه جنگی هم نداشتن، اما کم کم میبینیم که این نیرو تبدیل به بزرگترین نیروی نظامی جمهوری اسلامی میشه، صاحب تجربه های فراوانی میشه، همینطور پیشرفت های بسیار زیادی در بعضی از عرصه ها میکنه، به خصوص موشک سازی، پهپاد، و در مورد پهپاد ما عملا شاهد بودیم که فرمانده سنتکام گفتش که یا سنتکام گفتش که پس از جنگ جهانی دوم این اولین باره که برتری هوایی نظامی امریکا زیر علامت سوال رفته به دلیل وجود پهپادهای جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران. و در این مورد میپرسه از آقای ویسی که چطور شد که سپاه پاسداران به این قدرت رسید، آیا کمک از شخص و گروه خاص یا بهتر بگم از کشور خاصی گرفت که سپاه تونست پس از چند دهه الان به این قدرت برسه و بتونه که نقش آفرینی هم بکنه در منطقه؟ بریم پاسخ آقای ویسی رو بشنویم. خیلی ممنونم، سوال خوبیه. واقعیت اینه که گسترش سازمان رزم سپاه تا حدود زیادی نتیجه فرماندهی آقای محسن رضایی بود. تا قبل از شروع جنگ سپاه بیشتر یک سپاه شهری بود و بعد از شروع جنگ تا سال اول جنگ، یعنی از مهر 59 تا مهر 60، ارتش بیشتر میدان داره. عرض کردم 4 تا حمله کرد ارتش، نتونست اراضی رو از عراق پس بگیره، ولی روحیه تهاجمی ارتش ایران رو نشون داد و ارتش عراق رو پیشرویش رو متوقف کرد. از مهر 60 یک اتفاقی میفته که باعث تغییر اوضاع میشه. اولا در سپاه آقای محسن رضایی به عنوان فرمانده معرفی میشه که این نقش مهمی داره در 20 شهریور سال 59-60. 2 هفته بعدش که هواپیمای حامل فرمانده ها سقوط میکنه که از عملیات سامن و لحمه برمیگشتن در اطراف کهریزک و اونجا آقای فلاحی، آقای کلادوز، آقای فکوری و آقای نامجو شهید میشن، بعد از اون آقای ظهیر نژاد که فرمانده نیروزمینی بوده میشه رئیس ستاد مشترک ارتش، فرمانده نیروزمینی میشه آقای صیاد شیرازی.
از این مقطع به بعد به دلیل همکاری نزدیکی که بین آقای محسن رضایی به عنوان فرمانده سپاه و آقای صیاد شیرازی به عنوان فرمانده نیرو زمینی ارتش که مهمترین نیروی ارتش بود وجود میاد، در 4 تا عملیات موفق بخش عمده اراضی اشغالی ایران پس گرفته میشه از عراق. اولین عملیات که قبل از فرماندهی آقای صیاد و حتی قبل از شروع فرماندهی عملی آقای رضایی، عملیات سامان لرمه است، 5 مهر که لشکر 77 خراسان در شمال آبادان انجام میده، 10 تا 15 گردان سپاه هم همراهش بودن که منجر به شکستن محاصره آبادان میشه. در عملیات بعدی که آذر 60 هست به فاصله 2 ماه دیگه کنترل فرماندهی دست صیاد و صیاد شیرازی و محسن رضایی میفته، قرارگاه مشترک کربلا رو درست میکنن. بنابر نظر آقای رضایی اونجا 4 تیپ تشکیل میشه در سپاه. و استعداد سپاه به 4 تیپ میرسه. 3 ماه بعد که عملیات فتح المبین در فروردین 61 انجام میشه و شمال خوزستان آزاد میشه، به ابتکار آقای رضایی و آقای باقری، حسن باقری برادر همین محمد باقری که تو جنگ شهید شد، تعداد تیپای سپاه 3 برابر میشه، 4 برابر میشه، میشه 12 تیپ. از جمله تیپ محمد رسول الله موقع تشکیل میشه و تیپای دیگه. اون عملیات اولین عملیاتی هم هست که آقای قاسم سلیمانی به عنوان فرمانده تیپ شرکت میکنه. همین تیپ سارالله که البته اون موقع میگفتن گروه رزمی ولی در واقع تیپ. در عملیات آزادی خرمشهر باز نیروها اضافه میشن و نهایتا 2 ماه بعد از آزادی خرمشهر در عملیات رمضان همه به لشکر تبدیل میشن. سال بعد تبدیل به سپاه میشن، یعنی هر چند لشکر زیر نظر یه سپاه، و مجموعا اینطور میشه که سپاه با 40,000 نیروی رسمی وارد جنگ میشه و با وجودی که همین تعداد شهید میده 40,000 در جنگ، موقعی که از جنگ خارج میشه 160,000 نیروی رسمی داشته، یعنی سپاه 4 برابر شده. این گسترش بیش از هر کسی آقای رضایی توش نقش داشت، گسترش سازمان رزم سپاه. حسن باقری، آقای رشید توش نقش داشتن. اینی که چجور آموزش میدیدن تا حد زیادی در اثر سعی و آزمون و تجربه و خطا تو جنگ یاد میگرفتن. یا آموزش هم پیش ارتش دیدن، از جمله در مورد توپخانه و اینها. ولی اصولا شیوه جنگیدن سپاه با شیوه جنگیدن ارتش متفاوت بود که این اختلاف از سال 62 به بعد جدی شد. ببخشید، از تیر ماه 61 در عملیات رمضان که شکست خورد دیگه جدی شد و سال 62 منجر به این شد که دیگه جدا از هم عملیات کنن تا آخر جنگ. ارتش معتقد بود باید کلاسیک جنگی، یه 20 دقیقه توپونه شلیک کنه اول هر عملیات، آتش تهیه بریزه، استکامات دشمن از بین ببره، بعد زرهی شروع کنه، تانک شروع کنه، نفرات پیادن پشت سر. سپاه معتقد بود این جواب نمیده چون عراق از نظر زرهی برتره، ایران برتر نیست. بعد برای حمله 3 برابر اون
کسی که دفاع میکنه نیروی تک کننده باید حمله کننده باشه، سه برابر که نیست. ایران نداشت اینقدر تجهیزات میخواد، هواپیما میخواد که نداشتن. زمینی که میگفتم خب ارتش یه سال اینجور عملیات کرد نتیجه نگیر. سپاه رفت شیوه جنگیدن رو تغییر داد، از جمله اینی که ما به جایی که تک جبهه ای کنیم، یعنی مستقیم به دشمن حمله کنیم، بریم دور بزنیم. که اولین باری که این تاکتیک اجرا میشه در عملیات طریق القدس که 15-20 کیلومتر جاده پشت سر عراقی ها دور میزنن و عراق اول توپخونش سقوط کرد، بعد خط اولش سقوط کرد. یعنی نیروهای ایرانی 20 کیلومتر رفتن پشت سر نیروهای عراق. تاکتیک موفقی بود. یه روش دیگه که سپاه معتقد بود باید چیز کردیم بود که به جای روز شب حمله کنیم، چون روز عراق زرهیش برتر ما رو میبینه، نمیشه شب حمله کنیم. این روش در مجموع بهتر جواب داد در بازپسگیری اراضی. یه روش دیگه که سپاه با ارتش فاصله داشت، ارتش مثلا فرمانده گروهانش تو خط بود، فرمانده گردانش یک کیلومتر عقبتر، فرمانده تیپش 2-3 کیلومتر عقبتر، فرمانده لشکرش مثلا چندین کیلومتر عقبتر. سپاه اینجوری نبود. سپاه معتقد بود اگر این نیرو میخواد به جنگ، فرمانده باید کنار دست نیروهاش باشه. تقریبا تمام فرمانده های سپاه خودشون تو خط میجنگیدن، کما اینکه در عملیات خیبر تمام فرمانده ها تو جزیره مجموع خودشون میجنگیدن. این مدل جنگیدن البته یک مزایایی داشت، یک معایبی داشت. مزیتش این بود به نیرو روحیه بیشتری میداد تو سرباز ها بسیجی ها. موقعی میدیدن فرمانده شون هم کنارشونه روحیه بیشتری میگرفتن. ایرادی که پیدا کرد اینه که به مرور تعداد فرمانده های شکلی اینقدر زیاد شد، مشکل کمبود فرمانده پیش اومد. مثلا در عملیات کربلای 4 و کربلای 5 در دی 65 مجموعا ایران 300 و حدود 20 تا فرمانده لشکر، فرمانده تی، فرمانده گردان، فرمانده گروهان و معاونشون از دست داد. خیلی عدد بالاییه. 327 تا فرمانده از دست داد. 320. ولی خب مزیتش این بود که نیروها انگیزه بیشتری داشتن. این تفاوت، ببخشید، تفاوت جنگیدن بود و سپاه به این مدل می جنگید، ارتش به مدل دیگه و در نهایت از نظر بازپسگیری اراضی روش سپاه جواب داد. البته ارتش هم خیلی کمک کرد، ولی خب معایب هم زیاد داشته این دیگه، مثلا تلفات نیرو انسانیش بالا بوده این شیوه جنگیدن. ولی من فکر میکنم مدلی که ایرانیا جنگیدن در مجموع مدل درستی بود. غیر از این نمیشد عراق رو بندازی بیرون. اگه فقط ارتش وارد میشد نمیتونست عراق رو بندازه بیرون، چون ارتش به دلیل اون 16 اقدامی که عرض کردم بعد از انقلاب به شدت تضعیف شده بود. اگه ارتش زمان شاه بود شاید، ولی ارتش جمهوری اسلامی به شدت تضعیف شد. در خدمت. خب پرسش کننده بعدی به نظر می رسید که در خارج از کشور هم حضور داشتن، اما از اون افرادی بودن که در خارج از کشور حضور دارن، از آزادی و دموکراسی خارج از کشور استفاده می کنن، اما در همه حال می بینیم یا سکوت می کنن یا پشت سر جنایات جمهوری اسلامی با می سن و در حال مالکشی هستن. پرسشی که ایشون مطرح می کنه در مورد حالا نقش سپاه پاسداران، اینکه به هر حال این نیروی نظامی رو باید تقویت بکنیم به علت اینکه پاسدار
مرزهای کشور ما هست، بحث عربستان رو پیش کشیدن که هم عربستان هم کشورهای دیگه عربی و کشورهای منطقه به دنبال این هستن که صبح و شبشون رو گذاشتن که چطور میتونن به جمهوری اسلامی ضربه بزنن، چطور میتونن به سپاه پاسداران لطمه بزنن، سلاح‌های بسیار زیادی خریدن و از نظر پرسش کننده اصلا درست نیستش که در چنین وضعیتی و در چنین منطقه‌ای بخوایم سپاه پاسداران رو تضعیف بکنیم و به هر حال کاری بکنیم که به نوعی آب در آسیا، حالا من نقل به مضمون میکنم، آب به آسیا به کشورهایی مثل عربستان سعودی بریزیم، چون که اینها به دنبال دقیقا این جمله رو گفت که به دنبال جنگ هستن، علیرغم اینکه هیچ کسی دوست نداره جنگ رو، اما به هر حال باید سپاه رو تقویت کرد و همین تقویتش و قدرت گرفتن سپاه اتفاقا مانع میشه که شاید بخواد جنگی شکل بگیره و پیرامون همین موضوعات صحبت کردم. بریم پاسخ آقای ویسی رو بشنویم، امیدوارم یک بار برای همیشه پاسخ آقای ویسی پاسخی باشه برای افرادی مثل این پرسش کننده که چنین تحلیل هایی داره. خیلی ممنونم، متاسفانه دیدگاه شما رو قبول ندارم. ببینید، جمهوری اسلامی علت اینی که در منطقه این همه فروش سلاح هست، یکی دلایلش اینی که جمهوری اسلامی منطقه رو ترسونده. یه موقعی در کشور گفته میشد آمریکایی‌ها به عنوان نیروی خارجی از خلیج فارس برن بیرون، ما کشورهای منطقه خودمون امنیت منطقه رو تامین میکنیم. این شعار راهبردی جمهوری اسلامی. و سوال اینه، شما که میخواید آمریکا بره بیرون بعد میگید خودمون با حضور کشورهای منطقه تامین امنیت میکنیم، الان رابطه جمهوری اسلامی با کشور منطقه چجوریه؟ با عربستان سعودی چطوریه؟ با مصر چطوریه؟ با امارات چطوریه؟ با کویت چجوریه؟ با بحرین چجوریه؟ با هیچ کدوم خوب نیست. پس جمهوری اسلامی نمیتونه با نیروهای منطقه کار کنه، چون سیاستهاش طوریه که اونها قبول نمیکنن. شما میفرمایید نیروی مسلح قدرتمند خوبه. بله، نیروی مسلح قدرتمند خوبه، هر کشوری هم میخواد. ولی اون نیروی مسلح قدرتمند در مقابل مردم خودش چیکار کرده؟ امنیت مردم خودش رو حفظ کرده یا امنیت یا مردم خودش رو تو خیابونا کشته؟ آیا مردم در جمهوری اسلامی الان احساس امنیت میکنن؟ مثال عرض میکنن، آیا مردم امنیت اجتماعی دارن؟ مثلا موقع مهمونی میگیرن میتونن مطمئن باشن حکومت دخالت نمیکنه تو مهمونیشون به بهانه که صدای موسیقی بلنده و نمیدونن؟ آیا جوانای مردم مثل خیلی از جوانای دنیا اگه یه حیوان خانگی داشته باشن ببرن تو خیابون احساس امنیت میکنن؟ یا نیروهای نظامی کل زندگیشونو بهشون تلخ میکنن؟ آیا خانمهای ما اگر برن تو خیابون یه ذره وضع لباسشون مویشون طبق نظر نیروهای مسلح نباشه احساس امنیت میکنن، یا با اون وضع میگیرن کتکشو میزنن میذارنشون تو ون؟ آیا مردم ما امنیت اقتصادی دارن؟ موقعی که میخوان برن خونه اجاره کنن احساس امنیت میکنن که نسبت به سال قبل میتونن همون خونه رو اجاره کنن؟ ممکنه بفرمایید که چه ربطی به مردم داره، چه ربطی به نیرو مسلح داره این اجاره خونه؟ ربط داره. میدونی چرا؟
چون ایرانی ها خیلی هاشون نمیتونن خونه رو مناسب اجاره کنن، نمیتونن خونه رو مناسب بخرن، ولی سپاه میره تو زاهیه جنوب بیروت، کل زاهیه رو برای حزب الله میسازه، آپارتمان های درجه یک، یخچال و گاز و کولر هم براش نصب میکنه، پردر هم نصب میکنه، تحویل حزب الله میده. ولی مردم ما وضع مسکنشون اینه. آیا مردم موقعی که میرن تو مغازه احساس امنیت میکنن که تو این سوپرمارکت میتونن برای زن و بچهشون به قدر کافی خرید کنن یا نه؟ شما میفرمایید چه ربطی به سپاه داره؟ چون سپاه کشتی کشتی سوخت میده به حزب الله و هر چی حزب الله داره میده. خود سید حسن رسول الله میگه غذامون، دارومون، اسلحه‌مون، سوختمون همه از جمهوری اسلامی میاد. آیا مردم ما امنیت سیاسی دارن؟ مثلا 14 نفر نامه بنویسن با خامنه‌ای نقد کنن، نقد محترمانه، نامه نوشتن دیگه. آقای خامنه‌ای ما فکر میکنه مشکلات جمهوری اسلامی مال شماست، استعفا بده. خب نیروی مسلح ما، به قول شما نیروی مسلح قدرتمند ما، سازمان اطلاعات سپاه، چه بلایی سر اون 14 نفر میاره؟ همه رو میگیره بازداشت میکنه میندازه زندان. مردم ما امنیت سفر دارن؟ یعنی میتونن سوار هواپیما بشن، مطمئن میشن سالم میشینه زمین؟ ممکنه بفرمایید خب تحریمه که هواپیما اینجوری. خب کی تحریم رو درست کرده؟ من به شما میگم کی تحریم رو درست کرده. تا روزی که سفارت امریکا در ایران اشغال نشده بود یک مورد تحریم وجود نداره. روزی که سفارت آمریکا اشغال شد 8 روز بعدش اولین تحریم نفتی علیه ایران شد که 42 سال ادامه داره. 8 روز بعد از اشغال سفارت آمریکا اولین تحریم بانکی علیه ایران شد که 42 سال ادامه داره. اولین انسداد اموال شد که 42 سال ادامه داره. زندگی مردم ایران به لحاظ اقتصادی اگر اینقدر وضع خرابه، دلیلش اینه که اقتصاد ما گروگان سیاست خارجی ماجراجویانه ماست. همون سیاست خارجی که سپاه توش محوریت داره. اگر ما الان نمیتونیم نفت بفروشیم نتیجه همین سیاست خارجیه. اگر درآمد نداریم نتیجه همین سیاست خارجیه. اگر 300 هزار میلیارد تومان 1/4 بودجه کلن کسریه مال همین سیاست خارجیه. علت اینه که چین 40 میلیارد دلار پول ما پیشش پس نمیده مال همین سیاست خارجیه. علت اینه که کلی پول پیش هند داریم به ما پس نمیده مال همین سیاست خارجیه که سپاه توش نقش محوری داره. علت اینه که کره جنوبی پول نفت ما رو 7.5 میلیارد دلار نمیده تقصیر همین سیاست خارجیه. شما میگید نیرو مسلح قدرتمند؟ همین نیرو مسلح ما خونش در عراق برای دفاع از حکومت عراق در مقابل داعش ریخته شده. ولی حکومت عراق پول برق و گاز ما نمیده. خب کسی نیست از سپاه سوال کنه که شما که رفتید عراق این همه برای عراق یا جانفشانی کردید، چرا نمیتونید به همین آدمایی که حفظشون کردید تو عراق بگید پول برق و گاز ما رو بدن؟ من طرفدار نیرو مسلح قدرتمندم. من طرفدار برنامه هسته‌ای مسالمت‌آمیزم. من طرفدار نفوذ منطقه‌ام، ولی به دو شرط. اول اینی که قبلش یه حکومت منتخب واقعی مردم باشه، بعدش حتما ایران به نیرو مسلح قدرتمند نیاز داره، حتما به توان و موشکی نیاز داره، حتما به برنامه هسته‌ای مسالمت‌آمیز نیاز داره، حتما کشور ایران باید نفوذ منطقه‌ای داشته باشه. ولی اول راهش حکومت واقعی منتخب مردمه که نیرو مسلح هم تحت امر منتخب مردم باشه، و دوم اینه که نیرو مسلح در داخل کشور مردم رو نکشه، در خارج بگه دارم امنیت و استقلال براتون میارم. من با این مسیر سپاه مخالفم، انتقاد دارم،
و فکر میکنم اونچه که دارن به ما میفروشن به اسم امنیت و استقلال، دفاع از منافع جمهوری اسلامی، دفاع از ایران نیست. فرض کنید سپاه نباشه، جمهوری اسلامی نباشه. اگر جمهوری اسلامی نباشه، ایران و ایرانیا چه منافعی در سوریه دارن که بخوان برن بهش بجنگن؟ سپاه داره برای خودش و جمهوری اسلامی میجنگه، نه برای ایران. سپاه داره از جمهوری اسلامی دفاع میکنه، نه از ایران. وگرنه ما چه منافعی در سوریه و در حفظ اسد داریم؟ اصلا خاندان اسد ضد ایرانی ترین مواضع رو در جزایر سگانه در دهه 70 گرفتن. موقع شاه جزایر رو پس گرفت، اونا کلی علیه ایران شعار دادن. اگر جمهوری اسلامی نباشه، ما چه دشمنی با اسرائیل داریم که این همه بخوایم خرج گروه های دیگه بکنیم، این همه بخوایم دشمنی اسرائیل رو علیه خودمون بخوایم؟ فرض کنید جمهوری اسلامی نیست، شما به من بگید که اگر اسرائیل نباشه، اگر جمهوری اسلامی نباشه، ما چه دشمنی با اسرائیل داریم، ایرانیا و ایران؟ پس جمهوری اسلامی و سپاه برای خودشون میجنگن، برای مردم نمیجنگن. منت شو سر مردم نذارم. من در خدمتم. خب دوستان خسته نباشید، رسیدیم به پایان قسمت دوم از این گفتگوها. قسمت سوم هم وجود داره و قسمت آخر هم هست که فکر میکنم اون هم حدود 1 ساعت 1 ساعت و 10 دقیقه باشه. امیدوارم تا به اینجا استفاده کرده باشید از مباحث و مطالبی که در این سلسله و سگانه مطرح شده، سلسله گفتگوها و سگانه‌ای که تا قسمت دومش رو خدمتون تقدیم کردیم. امیدوارم که تا به اینجا پرسش هایی که توش مطرح شده پرسش های اکثر شما بوده باشه و تونسته باشید که استفاده بکنید. من بارها بارها گفتم بسیاری از دوستانی که دانشجو هستن و علوم سیاسی، روابط بین الملل، مطالعات منطقه‌ای، مطالعات خاورمیانه، گرایش خاورمیانه میخونن و یا حتی مطالعات ایران، بسیار این مباحثی که در اتاقهایی که آقای ویسی با تایتل و عنوان مباحث داخلی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران و مباحثی از این دست هست بهشون کمک میکنه، چرا که رویکرد ایشون رویکرد کاملا علمی و بر مبنای اطلاعات و آمار کارشناسی هستن. در قسمتی که تحلیل میکنه البته که نقد وجود داره، ما میتونیم نقد داشته باشیم، میتونیم نپذیریم و میتونیم که نسبت به صحبتهایی که ایشون مطرح میکنه تشکیک وارد بکنیم. اما من بارها و بارها گفتم یک کارشناس وقتی از منظر کارشناسی صحبت میکنه با تکیه بر مستندات و آمار و ارقام خیلی متفاوت هستش با شخصی که صرفا تحلیل میکنه و تحلیلهاش هم بر پایه اعتقادات و ایدئولوژی که حالا بهش اعتقاد داره هست. این دوتا خیلی با هم متفاوته و از این جهت من تصور میکنم که رومهایی که آی ویسی حضور داره به همین دلیل رومهای پرطرفداری هسته، چون روی کرد و وجه تئوریک و کارشناسیش بسیار پررنگتر هستش در قیاس با بحث های ایدئولوژیک و شخصی و سیاسی. خیلی ممنونم که همراه ما بودید، امیدوارم که قسمت سوم رو هم همراه ما باشید. من سعی میکنم اتاقای دیگه هم افراد دیگری هم باشن، من حتما خدمتون ارائه میکنم، ولی همونطوری که عرض کردم آقای مجتبی واعدی تا به حال نیومده. مدتی در کلاب هاوس آخرین گفتگو همونی بود که من براتون آوردم در 3-4 تا ویدیوی گذشته و آقای مهدوی آزاد هم مدت بسیار زیادی که ندیدمشون در کلاب هاست و اتاقهای دیگری هم که برگزار میشه، اگر به حال قابل استفاده براتون باشه مطمئن باشید که من حتما خدمتتون ارائه خواهم داد. ولی خب آقای ویسی حضورشون بیشتر است، فعالتر هستن و از این جهت ما خب به حال بیشتر ویدیوهای آقای ویسی رو داریم نشون میدیم و این اصلا به این معنا نیست که افراد دیگری هستن با ما نمیخوایم که اونها رو پوشش بدیم.
خواستم این مورد رو براتون روشن بکنم. بعضی از دوستان سوالاتی مطرح کرده بودن که باید این مورد رو خدمتشون توضیح میدادم. دم همتون گرم، مراقب خودتون باشید. مثل همیشه پاینده ایران عزیزمون، بدرود.